سرخط خبرها. گزارش وال استریت جورنال از کشف شواهد تازه درباره فعالیت اتمی اعلام نشده ایران. دیپلمات‌ها می‌گویند ممکن است تلاشی برای ساخت سلاح هسته‌ای بوده باشد. مخالفت با دسترسی رئیس جمهوری پیشین آمریکا به اطلاعات طبقه بندی شده. بایدن می‌گوید احتمال دارد ترامپ اطلاعات را لو بدهد. روزهای آینده واکسیناسیون آغاز میشه و شروع میشه طبق اولویت‌هایی که وزارت بهداشت و درمان مشخص می‌کنه. اعلام آغاز واکسیناسیون کرونا از این هفته در ایران. وزارت بهداشت میگوید هر دو هفته یک بار واکسن وارد خواهد کرد. و لحظه شماری برای واردات 500 هزار دوز واکسن کرونا از هند. افغانستان واکسیناسیون را آغاز میکند. سلام، به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش کرده بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دست کم دو سایت غیر رسمی در ایران نشانه‌های جدید از فعالیت‌های هسته‌ای پیدا کردند. این نشریه به نقل از دیپلمات‌های غربی گفته این شواهد می‌تواند نشان از تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای باشد. آنها اما تأکید کردند که از ماهیت دقیق فعالیت‌های ایران اطلاعی ندارند. بی بی سی نزدیک به سه ماه پیش هم گزارشی از آژانس را رویت کرده بود که وجود ردی از مواد رادیواکتیو در یک سایت را تایید می‌کرد. کسرا ناجی در گزارشی می‌گوید فعالیت‌های اعلام نشده هسته‌ای اختلافات ایران را با آمریکا و اروپا بر سر فعالیت‌های هسته‌ای این کشور بیش از پیش پیچیده خواهد کرد. مدارکی که اسرائیل از انبار هسته ای ایران در ترقوزآباد در جنوب تهران به دست آورد، حالا برای حکومت ایران دردسری بزرگ شده است. همان ترقوزآبادی که مقام های ایران با خنده و ریشخند وجود آن را تکذیب کرده بودند. جدی فکر میکنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار میذارن. این دفعه دیگه ارجاعش شدن به دلقوزآباد. اینجا نخست وزیر اسرائیل تقریبا 17 ماه پیش و یک سال بعد از دستیابی به اسناد ایران از وجود سایتی اعلان نشده در آباده نام برد. حالا سه دیپلمات غربی به روزنامه وال استریت جورنال گفتند که بازرسان آژانس در بازدیدشان از این سایت و دست کم یک سایت دیگر ردهایی از مواد رادیواکتیو پیدا کردند. آباده در کنار جاده اصفهان به شیراز قرار دارد و ایران وجود آن را قبلا برخلاف تعهداتش اعلان نکرده بود. دیپلمات‌ها میگویند آژانس هنوز یافته‌هایش را به شورای حکام آژانس گزارش نکرده و منتظر بعضی از پاسخ‌های ایران است. مدارکی که اسرائیل از انبار هسته ای ایران خارج کرد اغلب مربوط به فعالیت‌های ایران تا قبل از سال 2003 است، یعنی حدود 17 سال پیش، و یافته‌های جدید بازرسان آژانس ممکن است نشان از فعالیت‌های تازه ایران نداشته باشد. با وجود این، برای بازرسان آژانس این سوال وجود دارد که در این سایت‌ها چه آزمایش‌هایی صورت گرفت و تجهیزات آن امروز کجا هستند؟ وزیران خارجه سه قدرت اروپایی دیروز احتمالاً یافته‌های جدید آژانس را در گفتگوهایشان از طریق اینترنت با همتای جدیدشان در آمریکا در میان گذاشتند. یافته‌هایی که حل بحران هسته‌ای ایران را بیش از پیش پیچیده خواهد کرد. کسرا نجی، بی بی سی. بهروز بیاد، مشاور مستقل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین پایتخت اتریش با ما هستند تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای بیاد، این گزارش تازه وال استریت یک بار دیگه تلاش احتمالی ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای رو زیر ذره بین قرار میده. چه تأثیری خواهد گذاشت این موضوع بر پرونده هسته‌ای ایران و مخصوصا موضوع برجام؟ همین زمان انتشارش، خود زمان انتشار این گزارشی که هنوز خامه، هنوز از طرف آژانس تایید نشده، خب نشان از این دارد که مناقشه است در درون امریکا سر اینکه چگونه وارد برجام بشن، آیا وارد بشن، چگونه وارد بشن و اینجور چیزها. اما آنچه که به لحاظ تکنیکی پشتش خوابیده این است که در واقع موضوعاتی شبیه این
چیزایی بودن که با برجام قاعدتا پایان یافته میشد تلقی بشن. اما با توجه به اینکه جمهوری اسلامی دوباره برنامه هسته‌ایش رو فعال کرده و به سرعت پیش میبره و به یه نوعی تهدید توشه، مثلا میگه فلز اورانیوم میسازی و اینا، باعث میشه که طرف مقابلم در واقع تایید بشه یا تحریک بشه که اقدام متقابل موضوعاتی رو مطرح بکنه که میتواند اهمیت داشته باشه. از این لحاظ که تاکنون آژانس بر روی مقدار اورانیومی که ایران تولید میکنه و درجه قناعش کنترل داره این مسئله، اما آن چیزی که روشن نیست که تا چه حد ایران جمهوری اسلامی تجربه داشته باشه روی ساختن بمب و اینکه در یک مراکزی خارج از مراکز هسته‌ای اعلام شده، طبیعتاً خارج از مراکز هسته‌ای فعالیت‌های صورت گرفته، میتواند بر این دلالت داشته باشد که در آنجا روی ساختن بمب کار شده باشه و بقایایی یک ردهایی از مواد هسته‌ای وجود داشته باشد. هنوز جزئیات که چه مواد به چه ترتیبی مطرح نشده، اما مثلا یه موضوعی که میتونه مطرح باشه اینه که برای در واقع شبیه سازی بمب اتمی با اورانیوم قنای پایین کار میکنید، مثلا ممکنه همچه اقدامی صورت گرفته باشد. از طرفی امروز نشریه بلومبرگ هم گزارش منتشر کرده که دولت آقای بایدن سعی داره تا حدی از مشکلات اقتصادی ایران کم بکنه قبل از اینکه به میز مذاکره برای برجام برگرده. فکر میکنید که سیاست دولت آمریکا رو در قبال ایران واقعا چطور میشه ارزیابی کرد با توجه به این موضوع؟ خب همین که قبلا گفتم، این اقدامات، انتشار همچین چیزایی در مرحله خام، در واقع میخواد سد بکنه راه بایدن رو برای پیش برد کارش. آنچه که بلومبرگ بیان میکنه در واقع با آنکه والستریت جورنال، این دو نگاه مختلف به موضوعه. خب آنچنان که بلومبرگ مطرح کرده، دولت بایدن قصد داره که یه تسهیلاتی قائل بشه در سطوح مختلف. هنوز چیزای اساسی رو برنداره، تحریم‌های اساسی رو، اما تسهیلاتی فراهم بکنه. طرف مقابلم می‌دونیم در امریکا همیشه و متحدان نتانیاهو در امریکا و دیگر متحدان منطقه امریکا طبیعتاً می‌خوان از برجام جلوگیری بکنن و می‌بینیم که این کاری که پیش اومد، این اقدامی که الان مطرح شده و اگر واقعا جدیت داشته باشه، خب کار آقای بایدن رو بسیار مشکل تر می‌کنه برای پیوستن به برجام. بهروز بیاد، مشاور مستقل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، متشکرم از شما. خواهش. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته معتقد است دونالد ترامپ نباید به اطلاعات طبقه بندی شده دولتی دسترسی داشته باشد. رؤسای جمهوری آمریکا معمولاً بعد از پایان دوره‌شان همچنان به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی دارند، اما حالا آقای بایدن گفته چون آقای ترامپ رفتاری غیر قابل پیش بینی دارد و ممکن است بخشی از اطلاعات را لو بدهد، مخالف ادامه دسترسی او به چنین اطلاعاتی است. هادی نیلی خبرنگارمون از لندن با ماست. هادی، چقدر سابقه داشته که دسترسی رئیس جمهوری سابق به این اطلاعات طبقه بندی شده قطع بشه؟ مثلا آقای ترامپ خودش آیا اجازه میداد به آقای اوباما که به این اطلاعات دسترسی پیدا بکنه؟ تا اونجا که ثبت شده بی سابقه است و زمانی که در میانه ریاست جمهوری آقای ترامپ در سال 2018 وقتی که حمله های لفظی او به رئیس جمهور سابق باراک اوباما بالا گرفت، در مورد اون که ادعا میکرد، آقای ترامپ ادعا میکرد که دولت اوباما تلفن‌ها و ارتباطات ستاد انتخاباتی آقای ترامپ رو شنود میکرده، اون زمان گزارش شد که آقای ترامپ در جلسه با مشاورانش حرف از این زده که دسترسی باراک اوباما رئیس جمهور سابق به گزارش‌های اطلاعاتی طبقه بندی شده رو قطع بکنه، ولی همون زمان هم در گزارش‌ها آمد که مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اون موقع جنرال هربرت مک‌مستر مخالفت کرد و در نهایت دونالد ترامپ چنین کاری نکرد، هرچند همون موقع دونالد ترامپ اساسا این گزارش ها رو رد کرد و گفت هیچ وقت قصد نداشته که دسترسی باراک اوباما به گزارش های اطلاعاتی رو ببنده. الان جو بایدن رئیس جمهور جدید میگه چون به گفته او دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق دمی مزاج هست و ممکنه که اطلاعاتی از دهنش در بره سهواً، و همینطور با توجه به
اینکه به گفته رئیس جمهور جدید، رئیس جمهور سابق یک تهدید برای یک تهدید هست برای امنیت آمریکا، به نظرش نباید این گزارش‌های اطلاعاتی در اختیار دونالد ترامپ قرار بگیره. در روزهای گذشته هم سخنگوی کاخ سفید گفته بود که این مسئله زیر بررسی هست و اینطور که جو بایدن میگه او هم مخالف این هست، ولی هنوز قطعی دولت آمریکا، دولت جدید، اعلام نکرده که قصد داره این گزارش‌ها رو ادامه بده به دونالد ترامپ یا نه. این چه تأثیری بر فضای سیاست داخلی آمریکا که بسیار پرتنش هست این روزها خواهد گذاشت؟ در ادامه تصویر دو قطبی هست که از سیاست در آمریکا می‌بینیم، ما از سیاست در واشنگتن به خصوص، یادمون باشه که بعد از انتخابات و بعد از معلوم شدن پیروزی جو بایدن در انتخابات هم تا چند هفته دونالد ترامپ رئیس جمهور مستقر حاضر نشد، برخلاف رویه قبلی، برخلاف رویه رؤسای جمهوری قبلی، وقتی که رئیس جمهوری جدیدی انتخاب شده گزارش‌های اطلاعاتی رو در اختیار جو بایدن بگذاره، گزارش‌های اطلاعاتی طبقه بندی شده رو، این در اختیار رئیس جمهور تصمیم گیری در این مورد، و معمول این بوده که رئیس جمهور مستقر این گزارش‌ها رو در واقع اجازه بده که در اختیار رئیس جمهور جدید هم قرار بگیره. خیلی ها از اون طرف هشدار میدن که خب رؤسای جمهور سابق به هر حال دسترسی هایی دارن و ممکنه صرف موضع گیری هاشون تبعاتی برای امنیت ملی آمریکا، برای سیاست خارجی آمریکا داشته باشه که دسترسیشون به این اطلاعات میتونه کمک بکنه که تصمیم درستری بگیرن. ولی از قبل از در واقع پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ هم دموکرات ها میگفتن که او شایسته این سمت نیست و شایسته دسترسی به این اطلاعات نیست و نباید در اختیارش قرار بگیره. متشکرم از هادی نیلی در لندن. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید واکسیناسیون کرونا در این کشور در روزهای آینده شروع خواهد شد. دو روز پیش اولین محموله از واکسن ساخت روسیه به ایران رسید و به گفته مسئولان ایرانی قرار است به زودی محموله از واکسن آسترازنکا هم وارد این کشور شود. همزمان سازمان غذا و داروی ایران از آغاز آزمایش واکسنی خبر داده که به گفته این سازمان اولین واکسن تزریقی استنشاقی برای مقابله با کرونا است. فؤاد مسیحا گزارش می‌دهد. امروز به حمد الله ما رسیدیم به واکسیناسیون. پس خبری که همه در ایران منتظر شنیدنش بودند، وعده شروع واکسیناسیون کرونا در چند روز آینده با واکسن اسپوتنیک وی ساخت روسیه، که اگرچه در ماه‌های گذشته کاراییش سوژه بحث‌های داغ موافقان و مخالفان بوده، اما حالا بررسی‌های مقدماتی از نتایج آزمایشش نشان داده که در پیشگیری از شیوع کرونا مؤثر است. روزهای آینده واکسیناسیون آغاز میشه و شروع میشه طبق اولویت هایی که وزارت بهداشت و درمان مشخص میکنه، و این برای ما بسیار خوشحال کننده است. یعنی اول کادر درمان ما وقتی این واکسن رو بتونن بگیرن در دو مرحله، خب یه اطمینان بالایی حاصل میشه، اونا هم بیشتر در معرض خطر هستن و خب نگرانی بیشتری داره. بعدش هم شروع میشه برای سالمندان و اونهایی که بیماری های زمینه ای دارن به هر حال اجرا میشه. ایران بر اساس آمار رسمی موج سوم کرونا را پشت سر گذاشته و چند ماهی است که از شرایط بحرانی شیوع ویروس فاصله گرفته، اما آنطور که مسئولان میگویند موج چهارم چندان نامحتمل نیست اگر مردم توصیه های ایمنی را مو به مو رعایت نکنند. همونطور که طی روزهای اخیر به اطلاع شما عزیزان رسانده شده است، نمودار موارد بستری روزانه در برخی استانهای کشور متاسفانه روند صعودی به خود گرفته و در هفته گذشته شاهد افزایش بروز هفتگی موارد مثبت بستری در کشور نسبت به هفته ما قبل هستیم. وعده شروع واکسیناسیون و خبر خیز ملایم کرونا در ایران همزمان شده با روزهایی که به طور معمول در سالهای گذشته روزهای تجمع و مراسم و برنامه‌های مختلف بوده، از جشنواره‌های هنری دهه فجر گرفته تا راهپیمایی سالگرد انقلاب در ایران. استانداری تهران اعلام کرده که امسال خبری از راهپیمایی مردم در 22 بهمن در این استان نخواهد بود، اما مشخص نیست که همه از این دستورالعمل‌ها پیروی کنند. یا آنطور که مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت گفته مردم را به قتلگاه دعوت نکنند، آن هم در شرایطی که دیگر مشخص شده کرونا نه سن و سال میشناسد و نه آدم سالم و بیمار. فؤاد مسیحا، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. با
وال استریت جورنال به نقل از سه دیپلمات غربی گفته شواهد تازه‌ای درباره فعالیت اتمی اعلام نشده ایران کشف شده. رئیس جمهوری آمریکا با دسترسی دونالد ترامپ به اطلاعات طبقه بندی شده مخالفت کرد. در ادامه برنامه وداع با نقش‌آفرین اشک‌ها و لبخندها کریستوفر پلامر در 91 سالگی چشم از جهان فرو بست. وزارت صحت افغانستان اعلام کرده فردا اولین محموله واکسن کرونا به افغانستان میرسد. این محموله حاوی 500 هزار دوز است که از طرف هند به افغانستان اهدا شده. قرار است در اولین مرحله واکسن به کارکنان بخش سلامت و بهداشت تزریق شود. پیش از این وزارت صحت گفته بود تا اوایل زمستان سال آینده 20% جمعیت افغانستان واکسینه می شوند. با اعلام خبر ساخت واکسن ویروس کرونا برای بسیاری از افغانها در کشوری که نه پول چندانی برای خرید واکسن دارد و نه آزمایشگاهی برای تولید، مهمترین سوال این بوده که چه وقت به افغانستان میرسد. فردا روز یک شنبه که مصادف به 19 دلو می باشه، اولین محوله واکسن کووید 19 از کشور هندوستان به افغانستان انتقال میشه که 500 هزار دوز می باشه که بر 250 هزار تنی تطبیق میشه. در کاتگوری اولین واکسن ما به پرسنل صحی مختص کردیم که پرسنل صحی واکسن شود و بعدا تصمیم گرفته میشه که به کدام قشر جامعه در کاتگوری دوم واکسن تطبیق شود. این واکسن تا کنون از طرف سازمان جهانی بهداشت تایید نشده. وزارت صحت عامه به نقل از کارمندان این سازمان در افغانستان میگوید طی یک هفته آینده واکسن تایید خواهد شد و پس از آن برنامه تطبیق شروع می شود. از خودگذری های پرسنل صحی و هم پیش از این مسئولین وزارت صحت عامه گفته بودند که در دو سال آینده 60% جمعیت افغانستان قرار است واکسینه شوند که پس از آن ایمنی گله‌ای به وجود خواهد آمد. با مجرد که 93 میلیون دلار دیگر دریافت شد 60% نفوس افغانستان تحت پوشش واکسین کوواکس قرار میگیره و ما رکورددار تطبیق واکسین در منطقه خواهد بودیم. با اساس هم اصل هرد ایمیونیتی یا ایمنی کتلوی هم وقتی 60% یک نفوس واکسین شد دیگر ریسک ابتلا و گردش واکسین به حداقل ممکن در کشور میرسه. تازه ترین آمار نشان می دهد که در یک سال گذشته 261,097 نفر در افغانستان آزمایش شدند. از این تعداد 55,335 نفر مشخص شده که به ویروس کرونا مبتلا شدند و 2,410 نفر هم جان باختند. در شبانه روز گذشته 5 نفر مبتلا شدند و 2 نفر یکی در نیمروز و دیگری در خوست جان باختند. بیشترین تعداد در ولایت‌های کابل، هرات و بلخ و کمترین مرگ هم در ولایت نورستان ثبت شده. 1 نفر. اما این اعداد و ارقام آنهایی است که ثبت وزارت صحت عامه شده و به باور هم مردم و هم حکومت آمار واقعی به مراتب بیشتر از این است. موضوع دیگر این که این روزها نه از آن ترس و دلهوره چند ماه پیش خبری است و نه بسیاری از مردم نکات ایمنی را رعایت می‌کنند. وضعیتی که بارها از سوی وزارت صحت عامه مورد انتقاد قرار گرفته. علی حسینی، بی بی سی، کابل. امروز 6 فوریه روز جهانی مقابله با ناقص‌سازی اندام جنسی زنان است. روزی برای افزایش آگاهی درباره اقدامی که گرچه فقط در بعضی از نقاط دنیا انجام می‌شود اما دغدغه‌ای بین‌المللی است. بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری ناقص‌سازی اندام جنسی زنان یا ختنه هنوز در بعضی نقاط ایران هم انجام می‌شود. فرین آسمی همکارم این موضوع رو دنبال کرده اینجا در استودیو با ما. فرین، آیا آماری از ختنه زنان در ایران دارید؟ آمار دقیقی نه در ایران نه در سایر نقاط جهان نیست، به خاطر اینکه معمولاً این کار به صورت مخفیانه انجام میشه و با وسایل خیلی غیر بهداشتی و در معمولاً خونه های خیلی از آدم هایی که به این سنت معتقد هستن. الان در استانهای هرمزگان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی بیشترین آمار ختنه زنان یا ناقص‌سازی اندام جنسی زنان انجام میشه. هنوز این سنت ها در سنین پایین
برای زنان انجام میشه، در بعضی موارد قبل از ازدواج هم انجام میشه، به خاطر اینکه در خیلی از موارد زنان رو تا قبل از اینکه این کار روشون انجام بشه ناپاک و نجس میدونن و اونها رو میخوان لذت جنسی رو در اونها کاهش بدن و برای ازدواج به اصطلاح آماده بکنن. البته خیلی مشکلات ایجاد میکنه، هم مشکلات جنسی جسمی و هم مشکلات روحی برای زنانی که ختنه میشن. از جمله میتونم به عفونت های مختلف، عفونت مجاری ادرار، عفونت واژن و درد های شدید و خونریزی اشاره بکنم که خیلی از اینها در تمام عمر با زنها میمونه. شوک ناشی از این مسئله، شوک روحیش خیلی بیشتر تاثیر میذاره روشون و گاهی هم منجر به مرگ اونها میشه، مخصوصا در سنین پایین. من با یک خانومی صحبت کردم که در کودکی در 5 سالگی ختنه شده بود، عمل ناقص‌سازی اندام جنسی روش انجام شده بود و از مشکلات جسمی و روحیش برامون گفت که خیلی این مشکلات در تمام زندگی روش تأثیر گذاشته و هیچ وقت نتونسته اونها رو فراموش بکنه. حالا در 60 دقیقه امشب، در گزارشی که امشب در 60 دقیقه پخش خواهد شد، براز این خانم هم حرفاش رو خواهیم شنید، ولی خب به هر حال آمار خیلی دقیقی وجود نداره، ولی الان یونیسف گفته که حدود 200 میلیون زن زنده در دنیا هستن که این عمل ناقص‌سازی اندام جنسی انجام شده. فرهیم، در ایران در کدوم شهرها این اتفاق بیشتر میفته و آیا قانونی هست که جلوی ناقص‌سازی اندام جنسی زنان بگیره؟ در استانهای هرمزگان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی بیشترین آمار رو داره. در جاهای دیگه هم مثلا مثل سیستان و بلوچستان یه مواردی وجود داره. قانونی وجود نداره. در ماده 663 قانون مجازات اسلامی که در سال 1392 تصویب شده اومده که قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن موجب نصف دیه کامل زنه و قطع و از بین بردن بخشی از اون به همون نسبت دیه داره، که در این حکم هم گفته که فرق بین باکره و غیر باکره، سالم و غیر سالم و خردسال و بزرگسال وجود نداره. ولی عملا میبینیم که هیچ اقدامی انجام نمیشه برای پایان دادن به این مسئله در ایران. به هر حال خیلی جاها پنهانی هست، ولی حکومت هم هیچ کاری نمیکنه برای اینکه پایان بده به اون مسئله‌ای که خب سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی اون رو خشونت علیه زنان دونستن، در مواردی هم چون روی بچه‌های کوچیک انجام میشه، حتی مصداق کودک آزاری شناخته شده، ولی خب همچنان می‌بینیم که با این مسئله برخورد جدی در ایران نشد. متشکرم از تو فرین عاصمی. همونطور که فرین هم گفت، امشب در 60 دقیقه به این موضوع خواهیم پرداخت و گزارش خواهیم داشت از خود فرین. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی میگیریم. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در مصاحبه با روزنامه همشهری چاپ تهران گفته بحث برجام موضوع معیشت مردم است و از جناح‌های سیاسی خواسته از آن برای انتخابات بهره برداری نکنند. آقای ظریف در بخش دیگری از این مصاحبه گفته جو بایدن، رئیس جمهوری جدید آمریکا، برای سامان دادن به اوضاع به زمان نیاز دارد. او همچنین تاکید کرده به محض بازگشت آمریکا به برجام، ایران هم به تعهدات برجامی خود برمیگردد. فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار ایرانی، از محکومیت خود به حبس، شلاق و جزای نقدی خبر داده. او گفته این حکم به دلیل انتشار مطالبی درباره فساد اقتصادی مهدی جهانگیری، برادر اول رئیس جمهوری است. آقای کلانتری با انتشار تصویری از حکمش نوشته مهدی جهانگیری به اتهام قاچاق ارز و فساد گسترده به 2 سال زندان محکوم شده، اما او به اتهام نوشتن درباره آقای جهانگیری به 3 سال زندان محکوم شده که 2 سال آن قابل اجراست. آقای کلانتری گفته به 74 ضربه شلاق هم محکوم شده. در میانمار با گسترش اعتراضات به کودتای هفته گذشته، حاکمان نظامی اینترنت را در این کشور قطع کردند. گفته شده هدف آنها جلوگیری از هماهنگی در اعتراضهای خیابانی است. در همین حال امروز هزاران نفر از کارگران و دانشجویان در مرکز یانگون، بزرگترین شهر میانمار، دست به تظاهرات زده و علیه دیکتاتوری نظامی شعار دادند. دولت جدید آمریکا در صدد است حوثی‌های یمن را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته این تصمیم به دلیل وخامت وضعیت انسانی در یمن گرفته شده. حوثی‌های یمن در روزهای آخر دولت دونالد ترامپ به فهرست گروه‌های تروریستی اضافه شدند. پیشتر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، از توقف حمایت 5 ساله کشورش از عربستان و متحدانش در جنگ یمن خبر داده بود.
کریستوفر پلامر بازیگر مشهور هالیوود در 91 سالگی درگذشت. یکی از معروفترین نقش هایی که او بازی کرده بود نقش کاپیتان وانتر در فیلم اشک ها و لبخند ها بود که در ایران هم به فارسی دوبله شد و پرطرفدار بود. ویلگوم پرس خبرنگار بی بی سی نگاهی کرده به 6 دهه فعالیت هنری آقای پلامر. کریستوفر پلامر در سال 1965 نقش کاپیتان ونتراپ را در مقابل جولی اندروز در فیلم اشک‌ها و لبخندها بازی کرد. این بازیگر کاریزماتیک فیلم‌هایی بازی می‌کرد که بتواند در آنها بخواند و وقتی فهمید صدای دیگری روی تصویرش می‌گذارند خوشش نیامد. Every morning you greet me. این نقشی بود که بازی کرد و در یاد همه ماند. اما مدت‌ها خودش آرزو می‌کرد که همه فراموشش کنند. حتی با عوض کردن اسم فیلم آن را مسخره می‌کرد. Yes, I did say that, but so did we all. خب آره میگفتم، همه میگفتیم و جوک میساختیم. مجبورین وقتی یه کار ظریف و احساساتی میکنین، برای اینکه احساساتی نشین باید جوک بسازین و بهش بخندین. کریستوفر در یک خانواده ثروتمند کانادایی به دنیا آمد. جد بزرگ او سومین نخست وزیر این کشور بود. قرار بوده او پیانیست بشود، اما بازیگری را انتخاب کرد. در نقش‌های معروفی از جمله نمایشنامه هندی پنجم اثر شکسپیر بازی کرد. And upon this charge cry God for Harry, England and St. George. او وقتی به 80 سالگی رسید به افتخارهای جدیدی دست پیدا کرد. او سالخورده ترین بازیگری بود که جایزه اسکار را دریافت کرد و پیرترین کاندیدای اسکار برای فیلم ریدلی اسکات هم شد. Everything has a price. The great struggle in life is coming to grips with what that price is. Christopher comes with this inordinate charm. کریستوفر جذابیت زیادی داشت. وقتی لبخند می‌زد برق خاصی توی چشماش بود. ترکیب این دوتا اون رو تأثیرگذارتر و جذابتر می‌کرد. جولیان روز گفت دنیا بازیگری بزرگ را از دست داد و من دوستی عزیز را. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.